سلام عرض میکنم، دوباره مروری بکنیم به مقاله‌ای که یکی از در واقع مهمترین ژورنال‌های پزشکی دنیا جاما منتشر کرده امروز و آخرین آماره که به دست داده از این بیماری کرونا. و حالا میفهمیم که واقعا هم بسیاری چیزها میدونیم و هم نادانسته های ما زیاد هست راجع به این بیماری هنوز. پس یک نگاهی میکنیم به اونچه که منتشر شده امروز از طرف جامعه پزشکی و بعد سعی میکنم به سوالات شما عزیزان جواب بدم. حدود 72,314 کیس رو از 11 فوریه امسال در دست تجزیه تحلیل گرفتند در این مقاله. از این ها حدود 44 تا 45 هزار تاشون به وسیله تست آزمایشگاهی تایید شده که کرونا دارن، حدود 16 هزار تاشون 22% مشکوک هستند، حدود 10 هزار تاشون قطعی بیماری درشون و نزدیک 1% فقط واقعا کسانی بودند که هیچ گونه علائم بالینی نداشتند. یعنی توی 72,000 نفر یه چیزی نزدیک 800 نفر. میزان در واقع شدت بیماری یک چیزی مثل 80% اینها بسیار خفیف بوده، یک چیزی نزدیک به 14% اینها بسیار شدید بیماری درشون و از اینها 5% واقعا یعنی نزدیک 2087 مورد بسیار شدید میشه و به آی سی یو میکشه، که در واقع نیمی از این عده که به آی سی یو میرسند میمیرن متاسفانه و این تلفات بیماریه. یعنی یک چیزی نزدیک 2.3% یا 1023 نفر از جمع 44-45 هزار نفر در واقع میزان مرگ و میر این بیماری بوده تا به امروز. و این خیلی مهمه که بدونیم شاید حدود 14-15% این عده که فوت شدند اینها بالای 80 سال داشتند و یک چیزی نزدیک 10% اینها بین 70-79 سال سنشون بوده. یعنی باز توی این دسته کوچک که تلفات داده بخش قابل ملاحظه‌ش بیماران سال خورده تر بودند و بخش باز بزرگتری بیمارانی هستند که از بیماری‌های ریوی دیگر و بیماری‌های ریوی مزمن در واقع رنج می‌برند. دوست دارم که یک چند کلمه صحبت بکنیم راجع به این بیماری در و تأثیری که روی پزشکان و پرستاران داره، برای اینکه یک عده ای از همکاران عزیز من در معرض خطرند و یک عده جان خودشون رو از دست دادند. و من ضمن این که فکر میکنم اینها قهرمانان ملی ما هستند و در خط اول جبهه دارند تلاش میکنند برای اینکه این بیماری رو بهش پاسخ بدند و به درد بیماران برسند، خودشون در معرض خطر قرار دارند متاسفانه. در این مقاله جامعه به ما میگه نزدیک 3-4%، 3.8% از کارکنان بیمارستان ها، چه پزشک چه پرستار و غیره، آلوده شدند. 63% این آلودگی در ووهان بوده. حدود 15% اینها بسیار بیماری شدید بوده و 5 مورد مرگ داشتند. نگرانی من این هستش که به خاطر پنهانکاری دولت در ایران، به خاطر نبودن تست آزمایشگاهی دقیق توی بسیاری جاها، مثل خواهرم نرجس که پرستار بیمارستان لاهیجان بود، نرجس خانیزاده، و جان خودش رو از دست داد در خدمت به مردم و در خدمت به بیماران، ما
خسارت‌های زیادی رو متحمل بشیم در جامعه پزشکی و جان بسیاری از همکاران شجاع و شریف من متاسفانه در خطر قرار داره. من این رو درک می‌کنم و امیدوارم که مردم ما هم این رو درک بکنن و فداکاری بزرگی رو که همکاران من در درون ایران علی‌رغم وجود دولتی که جنایتکارانه داره سعی در آلودگی جامعه میکنه این فداکاری رو ارج بگذارند. حالا سعی میکنم به یک سری سوالاتون جواب بدم. یک در واقع درس اصلی که از این آمار ارقام امروز در جامعه هست این هستش که به هر حال قرنطینه‌ای که در چین انجام دادند مؤثر بوده. درسته که باید نگران حقوق بشر بود و نقض حقوق بشر بود توی موارد قرنطینه، ولی حقوق جامعه هم باید محفوظ نگه داشت و جامعه‌ای که نمیخواد آلوده بشه، بنابراین بخصوص با وضعیتی که چین داره و جوری که این در واقع اپیدمی اونجا شروع شد آغاز شد در دورانی بود که اینها دوران سال نو و جشنشون بود و بلیون ها سفر مسافرت در کشور در جریان بود از اون نقطه، و متاسفانه این تأثیر زیادی داشته در اینکه این اپیدمی شدیدتر باشه در اون مورد. در مورد ایران هم در واقع انجام ندادن قرنطینه به موقع، متوقف نکردن پروازهای مسافران خصوص از چین در ایران و تلاش عمدی دولت حکومت برای پخش و اشاعه آلودگی متاسفانه الان نتایج بسیار فاجعه باری رو در جامعه ایران از خودش داره به جا میگذاره. بذارید حالا بپردازیم یک مقداری به سوالات شما. ضمن این که بگم من خب انسیکلوپدی نیستم، ممکنه جواب بعضی سوالاتون رو بتونم بلد باشم و بگم و بعضی رو مجبورم برم و نگاه کنم به اطلاعات و ادبیات پزشکی که در این مورد وجود داره تا به امروز. و ضمن این که خب باید بدونید که بسیاری چیزها رو نداریم هنوز راجع به این ویروس. سوالی که جلوی من هست این هستش که جدیدترین اطلاعات علمی و آمار رو از کدوم سایت ها به دست بیاریم. بهترین سایت در واقع سایت جانز هاپکینز هست. جانز هاپکینز برای کرونا اگه شما این رو به اصطلاح جستجو بکنید با گوگل، جانز هاپکینز و کرونا صفحه خاص خودش رو داره و میتونید پیداش بکنید و خیلی راحت هست. اطلاعات میده، آخرین آمار ارقام رو میده، جدیدترین اطلاعات رو میده از صفحه های بسیار خوب. سایت دیگری که بسیار خوب سایت CDC هست در امریکا که آخرین آمار ارقام رو باز میده و آخرین اطلاعات و در اختیار شما میذاره. سایت دیگری که بسیار خوب است jamanetwork.com هست، JAMANETWORK jamanetwork.com، که این مقاله‌ای که امروز صحبتش رو کردم در اون سایت هم پیدا میشه. سوالایی که جلوی من هست رو همینطوری واقعا بدون هیچ ترتیبی هر چیزی که میبینم سعی میکنم جواب بدم. میگویند که لطف فرمایید در مورد شیوه شستن میوه و سبزیجات بپردازید، لباس ها چند وقت به چند وقت عوض بشه. خب ببینید، وقتی که از بیرون میاید لباس بیرون رو سعی بکنید در اولین فرصت از تنتون در بیارید و به تمیز بکنید. میوه ها، سبزیجات، اینا رو با مواد ضد عفونی معمولی بشورید. ببینید این خیلی مهمه که شما بدونید که این ویروس به طور مشخص از انسان به انسان منتقل میشه و ما به اصطلاح از شیء و چه میدونم غذا و سبزیجات به شما منتقل نمیشه، مگر اینکه اول بزاق دهن یا مدفوع انسانی یا به شکلی ترشحات بدن مریض روی اون اشیا وجود داشته و شما دست زدید به اون و بعد منتقل کردید به خودتون.
سوال دیگه اینجا میگن 10 ثانیه نفستون رو نگه دارید برای تشخیص سلامت ریه و ابتلا به کرونا، آیا درسته؟ نخیر، اینها یکی از به اصطلاح خرافات رایج در جامعه است. شما باید متوجه باشید در یک جامعه‌ای که مثل جامعه ما فرهنگ سنتی هست، هنوز یه سری از این مزخرفاتی به اسم طب سنتی در جامعه مورد احترام و علاقه مردم هست، بنابراین این چیزها هم رواج پیدا میکنه. شما 10 دقیقه نفستون رو نگه دارید یا 10 ثانیه نگه دارید یا معذرت میخوام 5 ثانیه نگه دارید، فرقی نمیکنه. این به شما چیزی راجع به این سلامت ریه‌تون نمیده. در واقع چیزی که خیلی البته مهمه، یکی از چیزهای ساده‌ای که در مورد سلامت ریه شما مهمه اینه که شما سیگار میکشید یا نمیکشید و یا افراد دور شما سیگار میکشند یا نه. شما سیگار کشیدن رو متوقف کنید، سیگار کشیدن افراد دور و بر خودتون متوقف بکنید، سلامت ریه شما به مراتب بالاتر میره و شما رو در مقابل کرونا و ویروس هایی که در دهه آینده خواهیم داشت بسیار بیشتر محافظت میکنه. سوال دیگر این هستش که الان سوال دیگری رو نمیبینم، گفته بودن آلوده بودن مواد خوراکی. دوباره میگم خدمتتون که چون در بازار گوشت چین این اولین بار در اومده و باز منشأش ظاهراً به یک حیوان خاص، یعنی اون مورچه خوار یا اون چیزی که بهش توی انگلیسی پنگولین میگن، بسیار حیوان جالب و ظریف و خوشگلی هم هست و این حیوان رو میگیرن و متاسفانه علارغم قوانینی که در این مورد وجود داره میکشن و از گوشتش پوستش استفاده میکنن. این حیوان مشخص کرونا بهش منتقل شده میدونیم و در درون این حیوان مشخص کرونا جهش ژنتیکش رو انجام داده و تونسته بعد به انسان منتقل بشه. بعد از اون دیگه انسان به انسانه، یعنی فرض بکنید از اون حیوان و از اون بازار گوشت دوباره به جای میدونید به گوشت دیگری منتقل نمیشه و یا از گوشتی که شما در بازار میخرید بنابراین من جای شما باشم نگران در واقع آلوده بودن مواد غذایی و مواد خوراکی بر این مبنا که به شما ویروس کرونا رو منتقل بکنه، من نگرانش نخواهم بود اگر جای شما بود. سوالات دیگری رو نمیبینم اینجا. پرسیدن از من مدت ماندگاری ویروس تا چه زمانی هست؟ این ویروس یک ویروس تکرشتهی RNA هست که دور خودش چنان که قبلا هم خدمتون عرض کردم یک پوستهی داره، جوری که به انسان منتقل میشه در واقع وارد سلول انسان میشه و اون پیغام ژنتیکی خودش رو در واقع میپیونده و ترکیب میکنه با مواد ژنتیک، پیام‌های ژنتیک داخل سلول انسانی و بعد دستگاه سلول انسان رو به کار میگیره برای اینکه خودش رو باز تولید بکنه. به همون اندازه که خیلی سریع میتونه منتقل بشه، به همون اندازه هم چندان ویروس مقاومی نیست، یعنی اینکه خارج از اون دایره‌ای که خدمت شما عرض کردم این ویروس امکان آلوده کردن و امکان بقا نداره و برای همین هم هست این اپیدمی‌های ویروسی رو وقتی که شما کنترلشون میکنید خوب با قرنطینه و پیشگیری و بهداشت عمومی، اینا خیلی سریع در طول زمان ناپدید میشن، در طول گاهی وقتا زمانهای کوتاهی ناپدید میشن و دلیلش هم همین سادگی همین است که اینها اونقدر مقاوم نیستند و بعدم ویروس های عجیب و غریبی نیستند. شما از همین خانواده در واقع ویروس های سرماخوردگی رو دارید که خدا میدونه قرن هاست با
با انسان‌ها هستند و در انسان‌ها و بین انسان‌ها منتقل می‌شوند و بیماری بسیار خفیفی را ایجاد می‌کنند. بنابراین شما خیلی نگران این که آیا اون ماده شوینده مثل تاید و غیره ضد عفونی می‌کنه در سطوح مؤثر یا نه، نباید باشید، برای اینکه با خیلی شستن خیلی ساده با ماده‌های ضد عفونی کننده، بخصوص اون چیزی رو که شما باید خیلی دقت کنید و بشورید، دستای خودتون هست، برای اینکه از طریق دست شما هست که شما در این مایع آلوده رو لمس می‌کنید و بعد با دستتون رو به دهنتون و بینیتون می‌برید و این رو اون وقت به مجاری تنفسی منتقل می‌کنید. این ویروس از طریق مجاری تنفسی شما هست که منتقل میشه به بدن شما و شما رو آلوده میکنه. با چه علائمی شما به دکتر مراجعه بکنید؟ ببینید، علائم سرماخوردگی هست، تب و سرفه دو تا علائمی هست که تقریبا 80-90% بیماران کرونا داشتند، ولی خب همینطوری که میدونید همه سرماخوردگی ها میتونه با تب و سرفه بیاد و بنابراین چندان دقیق نیست از این نظر، ولی من اگر جای شما باشم در داخل ایران با این وضعی که آلودگی که بیمارستان ها و کلینیک های ایران دچارش شدند، تا وقتی که واقعا حالم وخیم نشده و مطمئن نشدم که بیماری رو دارم، مراجعه نمی کنم. شما در اون هفته اول اغلب سرماخوردگی های معمول خوب میشن و لازم نداره شما برید به بیمارستان و بیمارستان ها رو دچار بحران بکنید و یا خدای نکرده از بیمارستان شما چیزی رو بگیرید. سوال بعد این است، انتقال یک ویروس، مسئله اصلی انتقال یک ویروس روابط اجتماعی است، آیا در جامعه میتوان روابط رو محدود کرد، فاصله رو رعایت کرد؟ البته دقیقا این کار رو میکنید، روابط رو محدود میکنید، فاصله رو رعایت میکنید، ولی محدود کردن روابط منظوری نستش که بخصوص اماکن مذهبی و یا اتوبوس ها، جاهایی که تراکم جمعیت بالا هست درش، شما امکان انتقال بیماری رو بیشتر دارید و بنابراین هرچی که یک مدتی رو حالا همه در خانه بمونید و یا اگر که احساس میکنید سرماخوردگی دارید، یا اگر احساس میکنید از بیماری مزمنی رنج میبرید، یا اگر که بیماری ریوی دارید، خب الان اون موقعی است که شما میتونید در واقع این رو در مورد خودتون رعایت بکنید، هم خودتون و هم جامعه رو حفاظت بکنید. سوال شده آیا این برای بچه‌ها این ویروس خطرناکه و آیا برن مدرسه؟ چه نکته جالبی که در جبه بچه‌ها وجود داره اینه که بچه‌ها چندان در خطر این بیماری نیستند و شما بچه‌ها رو میتونید بفرستید مدرسه و اونا هم که گرفتن تا امروز، بچه‌ها معمولاً بیماری درشون بسیار خفیف بوده. بنابراین بله، خب خوبه بچه‌ها یک رعایتی رو بکنن، اما مسئله سر این است بچه‌ها خودشون ممکنه خیلی در خطر نباشن و بیماری رو به صورت خیلی خفیف بگیرن، ولی بیماری رو میتونن منتقل بکنن و این هست که گاهی متاسفانه ممکنه روی تصمیم شما رسپت به فرستادن بچه‌ها به مدرسه تأثیر بگذاره. یکی از من اینجا پرسیده که آیا این ویروس دستکاری شده؟ آیا امکان داره؟ خدمتون عرض کردم این ویروس از خانواده میاد که قرن هاست با ما هست. مخزن اصلیش این خفاش های نعل اسبی هستند، بهش میگن خفاش های نعل اسبی. شما که زیر حکومت آخوندها زندگی میکنید، پیشنهاد کردم من دیروز هم اینا رو بگید، خفاش های نعلینی. دوستان بازوق من بین این خفاش ها و آخوند ها خیلی میتونن موارد مشترک زیاد براتون پیدا کنن. اینها در درون این خفاش ها شد قرن ها زندگی کردند، فقط وقتی میتونن انسان رو آلوده بکنن که از این خفاش ها به یک حیوان دیگری منتقل بشن، در پستاندار دیگری منتقل بشن و در درون اون پستاندار اون موقع یک جهش ژنتیکی انجام بدن و بعد اون وقت کس که میتونن انسان رو وارد بدن انسان میشن. وقتی وارد بدن انسان میشن، میتونن انسان به انسان مثل ویروس سرماخوردگی پخش میشه و شایع میشه و دستکاری اصلی که ما انسانها کردیم در این مورد، در واقع دستکاری بوده که در طبیعت کردیم، رفتیم حیوان مورچه خوار رو
گرفتیم، کشتیم و خوردیم و فکر میکنم یکی از، اگر میخواین اسمش دستکاری بذارید، حتما دستکاری انسان در طبیعت در این مورد تاثیر داره. ولی اگر میخواید که بسیار از این تئوری های توطئه رو مطرح بکنید که یک جایی در یک لابراتواری دارن ویروس میسازن برای علیه جامعه بشری و علیه چین و غیره و اینها واقعا هیچ جایی در واقعیت دنیای امروز ما نداره. سوال دیگری از من میپرسن رفتن به دکتر چه تأثیری داره وقتی دارویی نداره. رفتن به دکتر اهمیتش فقط در این استش که بتونه شما رو تشخیص بده، اگر تست کردن براش وجود داشته باشه تست بکنه، و برای اینه که شما اگر جز و اون 15% باشید که این بیماری درتون حاد میشه، اون وقت باید تو بیمارستان ICU بستری بشید، و اگر بیماری اون وقت خیلی سخت‌تر و شدیدتر بشه میزان مرگ و میرش 50%. این که شما بدونید که جزو اون دسته هستید یا نیستید، اولا بدونید جزو دسته که این بیماری رو دارید هستید یا نیستید، این مهمترین سودی که از رفتن به دکتر میتونید بگیرید، اگر تستش در اون بیمارستان یا مطب دکتر موجود باشه. و بعد از اون تأثیر مثبت بعدیش این استش که خب وقتی بدونید توی اون دسته هستید دیگران رو آلوده نمی کنید و مواظب مراقب به اصطلاح ارتباطاتتون خواهید بود و یا حداقل بهداشت عمومی جامعه سازمانش باید این کار رو بکنه. و بعد از همه اینها این استش که اگر حالتون بدتر بشه و وخیمتر بشه میدونید باید چیکار بکنید. اینا همه به اصطلاح باید قاعدتا جز به منافع رفتن به دکتر باشه. دیگه از دوستان میپرسن اینجا این ویروس تب، میگویند این ویروس تب سرد داره، آیا این گفته درست بوده برای کسانی که کلن تب سرد دارن و غیره؟ حالا به ما، چون من از 17 سالگی ایران نبودم و در امریکا پزشکی خوندم و اینجا در دانشگاه ییل واقعا همه تعلیمات پزشکی رو به ما دادم، اینها راجع به تب سرد و گرم با ما صحبت نمی کنن و چیزی نمیگن. این است که من نمیدونم واقعا، در این مورد هیچ اطلاعی ندارم، برای اینکه ادبیات پزشکی اینجا و دانشگاه‌های اینجا نه ویروس رو دارای تب میدونن و نه انسان رو دارای تب سرد یا گرم میدونن. اینه که این رو باید واقعا شما از کسانی بپرسید که با اون ادبیات آشنا هستن، با اون دنیا آشنا هستن و میتونن پاسخ بدن. اینجا بر اساس یک چارچوب دیگری واقعا فکر میکنن و کار میکنن. یکی دیگر از دوستان باز نشته من کبد چرب دارم، میتونه خطرناک باشه. من نمیدونم کبد چرب چیه و به اصطلاح اگر تشخیص پزشکتون رو به من بدید راجع به کبدتون، من شاید بهتر بتونم کمکتون بکنم. قدر مسلم این استش که کسانی که دارای بیماری های کبدی و یا کلیوی مزمن هستند ریسک بالاتری دارن از اینکه اولا بیماری رو بگیرن و ثانیا که این بیماری درشون شدیدتر بشه. به من گفتن آیا شما پیشنهادی برای روابط درون خانواده دارید؟ من فکر میکنم که همین که شما درون خانواده اگر کسی بیمار باشه شما او رو مواظب باشید که این بیماری رو به بقیه اعضای خانواده نده قدم بزرگی برداشتید. من الان خودم اینجا در امریکا 2 روز هست که از پسرای کوچک من سرماخوردگی داشت، ما همه مراقب بودیم، دستامون رو میشستیم، روی صورتمون ماسک میگذاشتیم، مواظب بودیم که ازش نگیریم تا حالش خوب بشه. 2 روزم بیشتر طول نکشه، امروز سر حال و خوبه، فردا دوباره میخواد برگرده مدرسه و هیچ کدوم از ما فعلا مریض نشد. شما اگر که در درون خانواده مصرف ویتامین C رو بالا ببرید، دست شستن رو، شستن دست ها یکی از مؤثرترین کارها هست، بالا ببرید، و اگر یکی از اعضای خانواده مریض میشه بقیه از در آغوش کشیدنش، بوسیدنش، از لیوان او آب خوردن و غیره خودداری بکنید و یک سری کارهای به اصطلاح معمول رو که همه میدونن سال قرن هاست و رعایت میکنن رعایت بکنید. فکر میکنم که در درون خانواده حداقل گام های اساسی و مؤثری رو برداشتید. که دیگه از دوستان میپرسه روحانی گفته این شایعات کار دشمنه و از شنبه همه چیز باید به روال عادی برگرده.
چطوری که در چین همه پیشگیری میکنند و اینجا راحت ازش میگذرند. خب این رو در واقع من از دو هفته پیش من گفتم این صحبت رو که آقای روحانی و حکومت اسلامی در واقع تلاش دارند برای اینکه این بیماری رو، این آلودگی رو در جامعه پخش بکنن و به شیوع این اعتقاد دارن، معتقدن که به حکومتشون، پایه‌های حکومتشون رو محکمتر میکنه، اشتباه میکنن در این مورد. ولی به هر حال تمام تلاشی رو که کردند از روز اول تا به امروز در جهت اشاعه بیماری بوده و نه پیشگیریش، و بنابراین تنها کاری که شما میتونید بکنید به عنوان شهروند و شهروند مسئول این استش که به حرف اینها گوش ندید و از خودتون و خانوادتون مراقبت بکنید و در این حال مهربانی، محبت و عشق به یکدیگر رو در جامعه فراموش نکنید. با همبستگی هستش که شما بر این بیماری فائق میاین، نه اینکه با بلافاصله یک کسی رو روی پیشانیش مهر زدن و ایزوله کردن و با پارانوید شدن. اینها بسیار بده، توریای توته در جامعه پخش کردن، اینها همه نادرسته. اینها همه در واقع کمک میکنه به حکومتی که میخواد با از طریق آلوده کردن مردمش حکومت خودش رو طولانی تر بکنه. سوال اینجا شده که این ویروس برای دیابت ها چقدر میتونه خطرناک باشه. ما میدونیم که کسانی که دیابت دارن اینها ایمنیشون ضعیفتر از افراد معمولیه. به خاطر اینکه ایمنیشون ضعیفتره، به نظر من ریسک بالاتری متوجهشون هست و بنابراین باید بیشتر مواظب باشن از بقیه. ویتامین C و پیشگیری نزدیک شدن از به مراکز آلوده و یا کسانی که آلودگی دارن، اینا رو من توصیه میکنم. و بله، نکته شما درسته، اینها در ریسک بالاتری دارند. یکی دیگر پرست جواب دو، نظرتون در مورد مصرف ویتامین به صورت دارو چیه؟ تنها مطلبی که من میتونم خدمتتون بگم در این مورد این هستش که ویتامین C 24 هزار میلی گرم در روز به صورت تزریقی داره به عنوان یکی از راه‌های مداوای این بیماری ازش استفاده داره میشه. قدر مسلم ویتامین C در سرماخوردگی‌ها و ویروس‌های سرماخوردگی تأثیر داشته و تأثیر مثبت داشته. من ویتامین C رو توصیه می‌کنم. دیگر از دوستان پرسیدن این ویروس مثل ویروس HIV موتوژن هست، یعنی دچار جهش ژنتیکی می شود، و آیا این ویروسی که در ایران آیا تغییر کرده؟ سوال خیلی هوشمندانه و خوبیه. جوابش همین استش که این ویروس رو همین چند روز اخیر در مقاله دیگری که امروز من نگفتم خدمتون بررسی کردند و هیچ جهش ژنتیکی جدیدی انجام نداده و در واقع از روز اولش تا به امروز هیچ تغییری نکرده، و این خیلی امیدوار کننده است. برای اینکه شما میدونید برای اینکه واکسن برای این درست بکنید این خیلی خوبه، شما یک واکسن درست میکنید و این دیگه برای همیشه این واکسن براتون کار میکنه، در حالی که مثلا در مورد آنفولانزا اینطوری نیست. شما هر سال به یه واکسن جدید لازم دارید، چون ویروس آنفولانزای معمولی در واقع هر سال دچار یک تغییراتی میشه، ولی این ویروس ظاهرا از چنین قابلیتی برخوردار نیست. کسی از من پرسیده ترکیب عسل طبیعی و سیاه دانه آیا مفیده؟ خدمتون عرض کردم دوباره، به ما این چیزها رو اینجا یاد نمیدن در غرب. کسانی که این دانش آگاهی رو دارند و اینها رو تست کردن توی لابراتوار و جامعه و غیره و میدونند که مفیده یا نیست، باید به شما جواب بدن. سوال چه ویتامینی خوبه؟ عرض کردم خدمتون ویتامین C در واقع ویتامین اصلی است که من فکر میکنم استفاده ازش خوب باشه. بسیار خوب، اگر که سوال دیگری نیست امیدوارم که یک نکته آخری رو که میتونم براتون بگم راجع به تفاوتش در خانوم ها و آقایون هست. خانوم ها ایمنی
دستگاه ایمنی نیرومندتری دارن از مردان و در بیماران زن بیماری خفیفتره. البته شاید هم یکی از دلایل اینکه این رو در چین میبینیم این استش که مردان چینی بیشتر سیگار میکشن به نسبت زنان و ما میدونیم که به خاطر سیگار این بیماری ریسک شما رو بالا میبره برای این بیماری. و این رو به عنوان آخرین پیام برنامه میخوام امروز خدمتتون بگم که اگر که سیگار میکشید الان بسیار موقعی مناسب و خوبی است برای ترک کردن سیگار و نکشیدنش، برای اینکه نه فقط شما بلکه افراد خانواده دور و بر شما هم در واقع در این معرض این ریسک قرار دارن و شما در واقع کمک خیلی بزرگی میکنید به همه افراد خانوادتون. دو تا سوال سریع دیگه، چرا بچه ها نمیگیرن؟ بچه ها دستگاه ایمنی خیلی نیرومندی دارن، ایمنی بچه ها چون نیرومندتر هست قوی تر هست، با ویروس های سرماخوردگی خیلی بهتر اینها تا میکنن. این رو شما در تجربه رو در ویروس های سرماخوردگی معمولی هم دیدید، بچه تون از مدرسه میاد خونه و به قول پدر مادر میگن یکم داره فقفق میکنه و حالش چندان خوب نیست، میاد تو خونه و یکی دو روز مریضه، بعدم حالش خوب میشه میره سر کار، میره برمیگرده مدرسه، ولی پدر و مادر ازش میگیرن یک هفته در روز میافتن. درسته بیماری در بچه میاد و میره سری، زود میگیره، خیلی زود میگیره ولی خیلی خفیفه در موردش. شما که از بچه میگیرید اون موقع میدونید باید 10 روز جواب بدید. آیا ماسک برای پیشگیری مهمه؟ بله ماسک مهمترینه، برای اینکه این بیماری تنفسیه. آیا زمان اینکوباسیون شناخته شده است از من میپرسن؟ بله دوره کمون بیماری 14 تا 15 روزه، 7-8 روز اولش معمولا بیماری خفیفتر هست. آیا الکل ریسک رو بالا میبره؟ بله الکل ریسک رو بالا میبره، اگر که میزان مصرف الکل بالا باشه و کبد خوب کار نکنه و به خصوص که در کسانی که میزان بالای الکل مصرف میکنند ایمنیشون یک خورده پایین تر از بقیه است. بسیار خوب، پس من دیگه به این یک سری از این سوالات راجع به مهندسی کردن ویروس و سوالات که بیشتر با در واقع تئوری توته سر و کار داره رو جواب نمیدم، اینا به درد ما نمیخوره. امروز از خودتون و خانوادتون مراقبت کنید، به حرفای آقای روحانی و دولتش و حکومتی که میخواد همه شما رو آلوده بکنه گوش ندید، دستاتون رو مرتب و زیاد بشورید، ویتامین C بخورید، ماسک تنفسی بزنید و در جاهایی که تراکم جمعیت هست از حضور درش خودداری بکنید.